عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش دیگری از برنامه زنده در روز 16 ماه آوریل سال 2018 میپردازیم. این برنامه رو به نام خدا و با درود خدا به روان پاک اشرف انبیا آغاز میکنیم. در ادامه بحث نسبتاً طولانی در تشریح آیه فوق‌العاده مهم شماره 1 در سوره شماره 17 سوره اسراء و یا سوره بنی اسرائیل و یا سوره اسرائیل به مطالبی اشاره شد که خلاصه آنها این است که خداوند میگوید کسی که به درجه عبودیت برسد در شب و در خلوت خود اون شخص به سیر و دیدار و به معرفت نائل می شود و در واقع همه عالم هستی و همه مخلوق رو و اون چی که صنعت شده و اون چی که خلق شده در سفر درونی خودش که سفر اختصاصی و سفر فردی است به ادراک و به فهم جامعه و خلقت و همینطور به فهم نیاز جامعه و همینطور به فهم انجام راه‌هایی برای رفع نیاز جامعه نائل میشه. یعنی هم درد رو میشناسه هم دارو رو میشناسه در این سفر درونی و این سفر معنوی که کسی میتواند که به این درجه برسد که در مقابل خدا به درجه عبودیت و عبد خدا شده باشد. در آیه شماره 2 که در این سوره آمده است اشاره میکند به کفایت عبودیت و اطاعت و میگوید اطاعت از خدا بر رستگاری کفایت میکند. اگر انسان از خدا اطاعت کند مطیع بودن خدا و اطاعت کردن خدا کافی است برای او که به کمال آمرزش و به کمال رستگاری برسد. به عبارتی دیگر مقام عبودیت برای رسیدن به پرواز و طیران درونی انسان کفایت می کند. یعنی اگر کسی بخواهد به این مقام برسد که خدا عبد خودش رو در شبانگاهان در درون عبد در درون کسی که مطیع خداست بین دو نقطه حداقل و حد اکثر بین دو نقطه کاملا متفاوت بین ظاهر و باطن بین اول و آخر حرکت داد، اگر کسی بخواهد به این سفر برود بلیت این سفر هزینه این سفر شرایط این سفر اطاعت از خداست. هر کس از خدا اطاعت بکند به این مقام میرسد و به هیچ عنوان این سفر سفر جسمانی نیست و به هیچ عنوان این سفر در اختصاص رسول اکرم هم نیست. در ارتباط با این آیه، آیه شماره 1 که بسیار مهم است، چند تن از اهل کلام و فیلسوفان و عرفا سخن گفتند که آشنایی با آن به درک بیشتر اهمیت این آیه و موضوع بسیار مهم این آیه کمک کننده است. یکی از فیلسوف‌های روانشناس که بین سال‌های 359 تا 416 خورشیدی سال هجری خورشیدی زندگی می‌کرده در بخارا ازبکستان امروز متولد میشه و در همدان ایران امروز به خاک سپرده میشه. نام او ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا مشهور به ابو علی سینا یا پور سینا می باشد.
در مطالعه افکار ابن سینا در سالهای اخیر، در 50 سال اخیر نگرش دنیا رو ما به وقتی که معاینه می کنیم، یکی از کارهایی که دانشگاه ایالتی تنسی در آمریکا انجام داده، او رو تأثیرگذارترین فیلسوف تاریخ پیش از دوران مدرن به حساب آورده و کتاب معروف پزشکی ابن سینا، کتاب قانون در واقع که کتاب پزشکی هست، در سال 1973 در نیویورک، ایالت نیویورک تجدید چاپ شده و تعداد زیادی از اون به مصرف و فروش رسیده. ابن سینا هر چقدر که بیشتر به کهولت می رسید، بیشتر به سوی فلسفه افلاطون و عرفان افلاطونی نزدیکتر می شد و در واقع این بحث، چون ما راجع به ابن سینا و بقیه بزرگان الان قصد صحبت نداریم، فقط به صورت خیلی خلاصه عرض میکنم که از شخصیت‌های عجیب روزگار از ابن سینا که در 17 رشته مختلف تخصصی دارای تخصص بالا و بالا بوده است و از شعر و موسیقی و ادبیات و شاعری تا حکمت و فلسفه و هندسه و شیمی و ستاره شناسی و بسیاری از علوم دیگر که واقعا برای انسان حیرت آور است که یک شخص در این مقام بتواند که والا و بالا باشد. صداقت فوق العاده و بی‌نظیر ابن سینا اعتباری به او می‌دهد که کلمات او را بسیار بسیار باور کردنی می‌کند. در بیانات خود ابن سینا آمده است که من تا سنین بزرگی و کهولت، رسیدن به تقریبا به کهولت، فلسفه ارسطو رو با وجودی که چندین بار خوانده بودم و از حفظ بودم نمیفهمیدم و نظریاتی که راجع به فلسفه ارسطو دادم همه اینها اشتباه است، تا اینکه با فارابی آشنا می شود و عرض می کنم حضورتون که تغییر عقیده می دهد و در واقع نوعی پل برقرار میکند بین فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو و به نوعی استدلال فلسفی رو با عقلانیت عرفانی تطبیق میده که اینها در جای خودش جا داره که در موردش صحبت بشه و بسیار هم شیرین و دلانگیز خواهد بود. شاید که بشود یک دیکشنری، یک لغت معنی مثلا 40 واحدی که 40 لغت 45 لغت رو به زبان فارسی در واقع کشف کرده یا اختراع کرده یا ساخته که واژه‌های فارسی رو به کار برده، که به عنوان نمونه ماهیت رو به نام چه چیزی معنی کرده، یعنی این چیز چه چیزی است، خاصیت این چیز، این رو ماهیت رو به این معنی کرده، و یا جوهر نامی رو که یک مبحث فلسفی است به گوهر روینده ذکر کرده. به گفتار سه حکیم، همونطور که عرض کردم، ما در ارتباط با این آیه میخوایم مراجعه بکنیم. یکی همین ابن سیناست و یکی هم شهاب الدین شیخ اشراق است که در مورد او هم چند کلمه صحبت میکنیم و بعد همینطور در مورد ملا صدرا و بعد نظریات بیشتر ملا صدرا رو در ارتباط با موضوع هستی شناسی که مرتبط با این آیه قرآن است مطرح میکنیم. تا
توضیح مقدماتی این است که وقتی ما راجع به شهاب الدین سهروردی صحبت میکنیم، ما راجع به دو سهروردی صحبت میکنیم. یک سهروردی که از مشایخ برجسته صوفیه بوده، ولی چون نام کوچک او عمر بوده و در سرزمینی که او رشد کرده با این اسم اساساً یک نوع مخالفت ریشه‌ای وجود داره، همین باعث شده که اساساً به حساب گرفته نشه و نه خود او، نه اسم او، نه رسم او، نه سنت او، هیچ کدام از اینها معرفی نشه و تقریباً در گوشه‌گیری و در ناشناسی مرده و رفته از این دنیا و الان هم زنده نمیشه، نام او هم زنده نمیشه. ما در کشوری و در سرزمینی و در زمانی که از گفتن اسم کوچک حکیم عمر خیام شرم داریم و دانشگاه ها هم، مراکز علمی هم در این کار کمک میکنند و اونها هم سعی در فراموش کردن اسم کوچک این فرد کردند و اینجا و اونجا، همه از او به نام خیام نیشابوری سخن میگویند. تو گویی نام کوچک او خیام است و نام فامیل او یا کنیه او نیشابوری است و از اسم اول او کمتر سخن گفته می شود و حتی دانشگاه ها و مراکز علمی ما هم در این کار غفلت و کار بی فرهنگ و کار بی انصافی و غیر علمی ادامه میدند. و یکی هم همین شهاب الدین سهروردی است که اسم او ابو حفظ عمر ابن عبدالله شهاب الدین سهروردی است که از معروفترین شیوخ تصوف در سالهای 543 تا 632 قمری است، یعنی بین سالهای 634 تا 643 یا 630 تا 683 فکر میکنم سال میلادی زندگی میکرده، یعنی حدوداً 850 سال 880 سال پیش زندگی میکرده، در بغداد وفات میکنه و در محلی در مقبره‌ای به نام وردیه در عراق دفن میشه در حومه بغداد، ساکن بغداد بوده و در دربار خلیفه حضور ادبی و عرفانی داشته. این سهروردی مورد بحث ما نیست. شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتح سهروردی، ملقب به شیخ شهاب الدین یا شیخ اشراق و یا شیخ مقتول و یا شیخ شهید، فیلسوف اهل سهرورد، یکی از دهات و روستاهای زنجان ایران، مبحث معرفی بعد از ابن سینا برای بررسی عقاید او در هستی شناسی در ارتباط با آیه اسراء، آیه ای است که معروف به معراج است، در باره او ببینیم چه گفته. تولد او به سال 549 و وفات او به سال 587 است، یعنی قبل از ابو حفظ عمر ابن عبدالله شهاب الدین سهروردی بوده، چون او در سال 632 فوت میکند، در سال 543 پای به جهان میگذارد و این سهروردی در سال 549، یعنی در واقع وقتی که ابو حفظ
عمر ابن عبدالله 6 ساله بوده، این دیگری شروع به تولد و ادامه کار میکنه. شیخ شهاب الدین مورد نظر 38 سال عمر میکند و در حلب مدفون میشود. در حلب با ملک طاهر که فرزند صلاح الدین ایوبی بوده و صلاح الدین ایوبی آخرین مدافع و آخرین سنگر اسلام در مقابل مهاجمین و حمله کنندگان در جنگ های 200 ساله صلیبی بوده که در اون جنگ ها 3 میلیون مسلمان کشته میشه و خیلی عجیبه که در دنیای امروز کسانی رو که بازماندگان اونها علت جنگ رو برای همون چیزی که بیچاره سعید به او میگویند، به اصطلاح نسل کشی یا هولوکاست به او میگویند، هولوکاست معنی همین جنوساید داره، معنی همین نسل کشی داره که به این علت میجنگن که نسل اینها رو از روی زمین بردارن، هیچ هدف دیگری ندارن. مثل کاری که هیتلر با یهودی ها میکرد که موضوع تنبیه و تشویق و عبرت و اینها نبود، موضوع برداشتن اینها از روی زمین بود که نسل اینها رو برداره، نسل یهود رو برداره. همین کار رو مسیحیت صلیبی با مسلمان ها کردند و در مدت نزدیک به 185 سال 3 میلیون مسلمان کشتند برای نسل کشی که اروپای شرقی رو از مسلمان پاک کنند که این نژاد کثیف با نژاد تمیز اروپایی مخلوط نشه و اونها مسیحی باقی بمانند و اینها وحشی و مسلمان، و چنین کردند. منظور از مطلب خارج نشویم، این درد دلها رو هم بگذاریم برای وقت دیگه. ملک طاهر فرزند صلاح الدین ایوبی سلطان وقت، خلیفه وقت بوده و صلاح الدین ایوبی در مراحل آخر دفاع و بیرون کردن صلیبی ها از سوریه امروز بوده و شیخ شهاب الدین در دربار ملک طاهر زندگی می کرده و در اونجا تقویت می شده و به کارهای تحقیقاتی خودش ادامه می داده. به علت نگرش خاصی که شیخ شهید شیخ مقتول به موضوع فقه داشته و شریعت رو خارج از قرآن نمی پذیرفته و به فقه قدرت اجرایی نمی داده و فقه و فاقد ارزش و فاقد توان قانونسازی می دانسته، در واقع در مقابل علمای خرافی قد علم می کنه و ملا به طور کلی بخوایم بگوییم که در اون زمان باعث می شوند که شخصیت عجیبی که دنیا کمتر نظیر او رو در فلسفه دیده، با همه ارادتی که به قرآن داشته و پل ارتباطی که بین عرفان و فلسفه برقرار میکنه، از ملک طاهر میخواهند که او را اعدام بکند برای ارتدادی که به او نسبت داده شده بوده. و چون ملک طاهر این کار را نمیکنه، به پدر او صلاح الدین ایوبی مراجعه میکنند و بالاخره دستور زندانی کردن و کشتن او را میگیرند. مازالک ملک طاهر او را اعدام نمیکنه و او رو به زندان میافکنه، چون پدرش به او دستور میده که باید این رو از بین ببری و الا نیروی ملا در اون زمان هم انقدر زیاد بوده که موجب شکست صلاح الدین ایوبی میشدن. کسی که مسیحیت رو شکست داد، صلیبی ها رو شکست داد، خود او از ملا شکست میخورد، وحشت داشت از ملا. با وجودی که میدانست که شیخ اشراق بیگناه هست، کفر رو بکشند، ولی پسر او با ارادتی که به شیخ داشت او رو فقط زندانی کرد و گفت من قدرت کشتن او رو ندارم. گفته می شود که اونقدر در زندان بدون غذا و بدون آب باقی ماند تا از گرسنگی و تشنگی مرد و از این دنیا رخت بربست. و در زمان مرگ از سن او 37 سال و اندی کمتر از 38 سال می گذشت که او از این دنیا رخت برمی‌بندد. فلسفه
فکری سهروردی شیخ شهاب الدین به نام فلسفه نور یا فلسفه اشراق معروف است. اشراق یعنی بالا آمدن خورشید و نورانی شدن خورشید و نور افکندن بر چیزهای تاریک و اینکه هر چیز تاریکی در پرتو نور دیده می شود و نور وسیله دیدن می شود. و در واقع می شود گفت که کسی که او رو به جرم ارتداد و خروج از دین اسلام مردم در واقع از گرسنگی کشتند، با زجر و شکنجه اونقدر به او گرسنگی دادند در زندان که مرد در جوانی در 38 سالگی، کسی است که از آیه نور سوره 24 آیه 25 الله نور و سماوات و الارض به فلسفه اشراق دست یافته و فلسفه نور در واقع دست یافته و همه چیز رو نور می داند و نور رو وسیله شناخت هستی می داند و هر نوری رو وسیله شناخت نور دیگر می داند و چون خدا نور الانوار است و هیچ نوری بالاتر از نور خدا نیست و نور در نور باید دیده بشود، به این لحاظ می گوید که خدا قابل رؤیت نیست. یکی از اوجوبه های تاریخ بشر است در هر صنفی و بعد از ابن سینا واقعا باعث حیرت و تعجب جهان است چنین موجوداتی که از کارخانه خدا خارج می شوند. و با کمال تأسف تمام تجربیات و تمام استعداد و نبوغ این مرد در آغاز جوانی به دل خاک سپرده می شود. سومین کسی که از مجموع عقاید ابن سینا و شیخ اشراق و بررسی فلسفه فکری ملا صدرا از الحاق و ترکیب نظریات اینها در مورد این آیه به نتایج بسیار مهم می خواهیم رسید، صدر المتعلهین ملا صدرای شیرازی است که نظریات معلم خودش رو شاگرد میرداماد بوده ملا صدرا و نظریات استاد خودش رو در تایید ابن سینا رد میکنه و در مورد فلسفه وجود و تقدم ماهیت بر جوهر و هستی بر عرض اختلافات فکری فلسفی با ابن سینا داره و بعضی از نظریات او رو رد میکنه و از این نظر بحث و گفتگوی این دو در بررسی هستی شناسی یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب فلسفی است. تا حدودی برای بیننده ممکن است خسته کننده باشد اگر طرح عقاید مذهب فلسفی همه این بزرگان قرار بشود که در ارتباط با این آیه گفته بشود، ولی شاید در برنامه دیگری بد نباشد که نظریات هستی شناسی این سه فیلسوف بزرگی که عارف هم بودند مطرح بشود و به دانش عمومی بیننده ابسوده بشود. ولی در این بحث به همین جا بسنده می کنیم که تجربیاتی که ملا صدرا از نظریات شیخ شهاب الدین سهروردی داشته و همینطور از نظریات شیخ الرئیس ابو علی سینا داشته او رو دلالت میکنه با همه مخالفت ها و موافقت ها و تفاوت های فکری که داشته به یک جایی میرسه که موضوع سفر رو که در این آیه به اون سفر اشاره میکنه، موضوع این سفر رو باز میکنه و به تفصیل در مورد سفر، سفر معنا، سفر ذهنی، سفر درونی سخن میگوید. در کتاب حکمت متعالیه که در واقع نظریات فلسفی ملا صدرا در اون منتشر و منعکس شده به چهار سفر اشاره میکنه. قبل از اینکه این سفرها رو که خود او در کتابش به نام اسفار اربعه از اینها نام میبره
بخواهیم که مطرح بکنیم. فقط این خلاصه رو عرض میکنم که در تعریفی که قبل از او از جوهر یک شیء در هستی شناسی میکردند، میگفتند که جوهر یک شیء چیزی است که سازنده و به وجود آورنده ماهیت در اون شیء میباشد و این جوهر که متعلق به یک شیء است مستقل از آن شیء است و موجودیت و هستی در رابطه با جوهر هستی که ساختمان یک شیء را باعث میشه از جوهر و از ماهیت و از حقیقت یا از وجود و از مظهر وجود ساخته میشه. به بیان دیگه چیزی رو که ما رؤیت میکنیم، مثل این خودکاری که رؤیت میکنیم، این یک ماهیته و یک در واقع عرض و یک اضافه است بر حقیقتی که در دل این جسم وجود داره و حقیقت همه اشیاء و همه کائنات در نگرش عرفانی به موضوع وجود خداست و ماهیتی که این میپذیره، این ماهیت تقدم پیدا میکنه به جوهر و عرض و جا به جا میشن و این اختلافاتی است که بین ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا وجود داره. اما همه اینها در عرفان یک شکل دیگری میگیره به خودش. در عرفان اینها خلاصه میشه به موضوع وحدت و به موضوع کثرت و اون چه که وحدت از خداست و اون چه که کثرت است ماهیت و صفات فاعلی خداست که در فلسفه شکل ماهیت به خودش میگیره. تصور میکنم که تا همینجا ممکن است که موضوع باعث کسالت هم بشود از این فراتر برویم. اما درباره موضوع سفر با توجه به نظریه فلسفی ملا صدرا که بین جوهر و بین عرض و بین هستی و بین جوهر هستی نظریه‌ای که می‌دهد اینها رو جدا از هم نمی‌داند، بلکه می‌گوید هستی و جوهر هستی در تحول و در تغییر و در حرکتی که داره متحول میشه به چیزی که ما اون رو ماهیت مینامیم. یعنی ماهیت رو از اصالت وجود جدا نمیبینه و وجود رو در اصالت در اصل یک وجود واحد میداند که لباس ماهیت‌های مختلف به خودشون میپوشند و در واقع با تحت تأثیر قرار گرفتن از فلسفه عرفان به همون موضوع وحدت و کثرت اشاره میکند که حافظ در بیان خودش در آغاز کتابش که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، به بوی نافه‌ای کآخر سبازان طره بگشاید، ز جعد زلف مشکینش چه خون افتاد در دلها. در واقع جعد مشکین رو که زلف یار باشه و موهای زیاد باشه اینها رو کثرت میبینه و اینها رو همه رو در یک وحدتی که کاسه سر اون شخص باشه که یک وحدت و یگانگی است که این افشان این موهایی که در کثرت هست از اون وحدت ناشی میشه. و اگر ما بخوایم بررسی بکنیم که کاسه سر چیست، موی سر چیست، اینها رو میشه به صورت اصل و فرع یا جوهر و عرض یا وجود و ماهیت اینها رو تقسیم کرد، ولی واقعا این تقسیمات مفهوم خاصی نداره، برای اینکه همین کاسه سر هست که اگر اصل وجود باشه و وحدت باشه همین کثرت و همین موها رو تولید میکنه. بنابراین وحدت از کثرت قابل تفکیک نیست که ما جدا از همین ها رو بررسی بکنیم.
همونطوری که اصل از عکس در آینه جدا نمیشه، با وجودی که یکی نیستند ولی قابل تفکیک هم نیستند. یا در جای دیگه وقتی حافظ میگوید که در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت، یعنی کسب کثرت، رسیدن به کثرت، کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، یعنی من از این زلف پریشان کسب جمعیت کردم و به وحدت موجودیت و اصالت این زلف پریشان رسیدم، که یک واحدی است که در وحدت و در یگانه بودن تولید این کثرت رو میکنه. یعنی در واقع در عرفان رابطه کثرت و وحدت قابل تقسیم نیست. با الهام از این راه‌های مختلف که من جسته و گریخته به اون اشاره میکنم و پوزش هم میخوام برای این کار، در واقع نقش عرفان رو پررنگ‌ترین نقش میکنه در استدلال تجربی و عقلانی فلسفی و یک وزن خاصی به عرفان میده و او رو با حرکت جوهری، که حرکت منظور جنبش و حرکتی که به فارسی ما میگوییم معنی نمیدهد، بیشتر معنی تحول یا اونچه که به انگلیسی موشن میگویند به او، یعنی حرکت جوهری، او رو ترجمه کردن به essential motion، که در وجود این تغییراتی که میشود به علت تحولاتی است که در اصل وجود ایجاد میشود و این تغییر نیست، این تحول است و در واقع صور مختلف اصل وجود در آینه ماهیت محسوب میشه و به این فرضیه حرکت جوهری گفته میشه. نظریات ملا سطرات با همه اختلافاتی که با گذشتگان داره تقریبا نگرش به موضوع سفر درونی رو با همه این بزرگان دیگر هماهنگ است. در کتاب اسفار و اربعه به چهار سفر ملا صدرا اشاره میکنه که تا قدری بایستی که به ذکر جزئیات اون پرداخت. میگوید هر انسانی در درون خود چهار سفر انجام میده تا به انسان کامل تبدیل میشه، والا انسان ناقص میاد، انسان ناقص هم میره. انسانی کامله که این چهار سفر رو انجام داده باشه و کسی که از این چهار سفر عبور بکند به بالاترین مکان انسانی میرسه، مکان عبودیت خدا که در این آیه قرآن به او اشاره میکند، به اینجا میرسه که خداوند در اینجا میگوید که خداوند سبحان کسی است که عبد خودش رو به دست گرفت، در بر گرفت و در واقع در دست خودش او رو بدون اراده و اختیار کرد و او رو به سیر و سیاحت برد در درون خودش، در تاریکی شب، در خلوت و در محرمیت و در حرم که او بود و خدا بود، و او رو برد گردشی داد، عالم کائنات رو به او نشان داد، خلقت رو به او نشان داد، اول و آخر هستی رو به او نشان داد، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، از مسجدی که در قلب او بود با مسجدی که در آخر خلقت بود، همه اینها رو به او نشان داد در این بیان تمثیلی قرآن که بسیار بسیار باشکوه است. این سفر رو ملا صدرا درش به این ترتیب اظهار نظر میکنه که کار او هم یکی از عجایب کارهایی است که تا به حال انجام شده. در نگرش ملا صدرا به موضوع سفر درونی، سفر اول سفری است که او میگوید که من الخلق الى الحق مع الحق، سفری است که انسان از خلق برمیخیزه، آدم بین بقیه مخلوق دیگه، بین بقیه مردمه، از بین اینها برمیخیزه با خدا،
در اینجا اسرا در آیه قرآن معنی با می دهد. البته اسرا معنی اسارت می دهد، یعنی خداوند می گوید سبحان، خداییست که اون خدا عبد خود را اسیر کرد، یعنی اختیار را از او گرفت. عبدی که اول تسلیم شده بود و چون تسلیم شد خدا اسارت داد به او، اسارت به عنوان یک عنایت، از خودش هیچ کاری نمیتواند بکند، خدا به جای او کار میکند و خدا او رو به این سفر برد، نه اینکه خود او به سفر برود. میگوید سفر اول برای هر انسانی سفری است که از خلق برخیزد و مع الله، یعنی در دست خدا، به طرف خدا برود و به خدا بپیوندد، که همین سفر اول سفری است که می شود گفت هیچ کس به آخر این سفر، همین سفر اول نمیرسد. چرا؟ برای اینکه این سفر سفری است که میگه از انسانها، از خلق برمیخیزه و به خدا واصل میشه. بسیاری از ما فکر میکنیم که این آخر کار دیگه، به خدا وصل شده، تمام شده دیگه. به هر حال فهرستوار اگر بخوایم جلو برویم، سفر اول سفری است که من الخلق، از مردم، الی الحق، به سوی خدا، به خدا، مع الحق، با وسیله خدا، یعنی ضمن اینکه به طرف خدا میره با خدا داره به طرف خدا میره. سفر دوم، در واقع این سفر اول که مسافرت از مردم تا خداست به زبان ساده و بیشتر در امور وجود و هستی سخن میگه، و در باب چگونگی اصل و فرع هستی، همون مباحثی که قبلا صحبت شد، اصالت وجود و در واقع عوارض وجود و اینها صحبت میکنه. و بسیار مهمه که انسان از خلق برخیزه و با مدد خدا به خدا بپیونده. از نظر من کار همینجا تمامه. اگر که من به اونجا میرسیدم، من دیگه بقیهش رو، سفرها رو رها میکردم. و سفر دوم سفری است که سفر بالحق، فلحق، مع الحق، سفری است که از خدا، در خدا، با خدا سفر میکنه. سفر اول با خدا سفر میکنه، از خلق به طرف خدا. سفر دوم از خدا سفر میکنه، در خدا، با خدا، یعنی در دریای وحدت الهی غوطه میخوره، از خدا به خدا میره و با خدا حرکت میکنه. و بیشتر در این مورد نسبت به جوهر و عرض صحبت میکنه از نظر فلسفی. اون باب عرفانیشه، ولی از نظر فلسفی بیشتر راجع به جوهر و رابطه جوهر و عرض، یا رابطه هستی و عوارض هستی یا ماهیت هستی، وجود و ماهیت صحبت میکنه. در سفر سوم، سفری است که خود او اینطور تقسیم بندی میکند که من الحق الی الخلق مع الحق. پس سفر اول سفری است که از خلق برمیخیزه و به طرف خدا میره، با خدا، تا در خدا وارد میشه. سفر دوم سفری است که در دل خدا قرار داره و در دل خدا شروع به حرکت میکنه، با خدا، در خدا حرکت میکنه. سفر سوم سفری است که از خدا، با خدا، به مردم برمیگرده. و سفر اول سفر من الخلق الى الحق مع الحق، سفر دوم سفر در واقع من الحق
الالخلق من الحق الالحق مع الحق، یعنی سه تا حق پشت سر همه، از حق در حق سفر میکنه، با حق هم سفر میکنه. سفر سوم سفری است که بر میگرده به مردم، به خلق، با سفر من الحق الالخلق مع الحق است. و در سفر چهارم که سفر پایانی است، سفری است که او اینطور نام میبره که سفری است من الخلق الالخلق مع الحق، یعنی حالا پایین آمده با مردم، اما این بار با خدا پایین آمده، مع الحق الان با خداست، تسلیم خداست، فرمانش فرمان خداست، دستش دست خداست، کلامش کلام خداست، عملش عمل خداست، فاقد اراده شده، از خود هیچ نداره، هر چه داره انعکاسی است از خدا، یعنی در واقع آینه ای شده در مقابل خدا که اون چه که عکس تمام قد خداست در وجود او، در آینه وجود او ظاهر میشه و انسان به او که نگاه میکنه عکس تمام قد خدا رو میبینه، کل صفات خدا رو میبینه. در سفر اول او یک آدم معمولی است در اثر اطاعت، به اینجایی میرسه که قرآن در اون مرحله اول در مورد سفر اول در قرآن صحبت میکنه، یعنی یک کسی از بین مردم در اثر اطاعت لیاقت پیدا میکنه که خدا دستش رو میگیره و میبرتش بالا و از او سلب اختیار میکنه و او رو در اختیار خودش میگیره و او رو به رؤیت میبره، به سیر و سیاحت میبره، به ادراک و معرفت میبره. سبحان الذی اسرا به عبده، خدایی که منزه است و مقدس و خالص، اون خدا بر میگیرد عبد خود را، یا برگرفت عبد خود رو در شبانگاه بین مسجد حرام و مسجد اقصا. این اون مرحله است که در این سفر اولی که در قرآن آمده، سفرهای دیگر رو هم از قرآن گرفته که در برنامه‌های بعدی به اون اشاره خواهیم کرد، این سفر اول رو ملا صدرا در این عبارت جا داده، خلاصه همه این آیه رو و اون چیزی که درباره این گفته شد، که این سفری است که من الخلق الی الحق، یعنی این سفری است که از شخص، از خلق برمیخیزه. عبد هست، خب بنده معمولی دیگه، عبدم هست، این برمیخیزه از پایگاهی که پایگاه مردمه و جایگاهش خدا میشه، یعنی از پایگاه مردم به جایگاه حق واصل میشه و در خانه حق منزل میکنه. چطور منزل میکنه در خانه حق؟ یعنی خانه خودش رو به حق میده، قلبش میشه خانه کعبه، میشه جایی که خدا در اونجا سرنشینه و اون وقت با قلبی که خدا در اون نشسته با خدا هم قرینه دیگه، الان با خداست، چون قلب این خداست، پس این خودش هم با خداست. اون وقت شروع میکنه با خدا حرکت کردن، با خدا معاشر بودن، از خدا شنیدن، با خدا سخن گفتن، با خدا زندگی کردن، با خدا زیستن و با خدا بودن. سفری است که اون سفر دوم است، که سفر اول از خلق برمیخیزه و در دست خدا قرار میگیره. سفر دوم سفری است که در دست خدا حرکت میکنه، من الحق الی الحق، از حق به حق، با حق سفر میکنه. و سفر سوم سفری است که از حق با حق به خلق باز میگرده. سفر اول از خلق به خدا، سفر دوم از خدا به خدا، سفر سوم از خدا به خلق باز میگرده. سفر اول این بین مردم بود، هنوز که به سفر نرفته بود، حالا رفت به خدا رسید، در خدا خدایی کرد، صفت فاعله خدا رو گرفت، بوی خدا گرفت،
آینه خدا شد، بازگشت کرد به زمین، بازگشت کرد به خلق، سفر سوم. و در سفر چهارم در خلق با لباس مادی هر انسان دیگری، به شکل هر انسان دیگری شروع به زندگی در بین خلق کرد. اما یک تفاوت این با اون شخصی که هنوز نرفته بود در جایگاه خدا و با خدا معاشر نشده بود و باز نگشته بود، هر دو اینها الان باز در زمین هستند و بین مردم هستند، بین خلق هستند. اما اون کسی که هنوز بالا نرفته بود با این کسی که رفته بالا و حرکت افقی داشته، با خدا زیست کرده و حالا برگشته و با خدا در بین خلق زندگی میکنه، این دوتا علی ظاهر یکی هستند ولی در باطن امر یکی نیستند. و این بار که برگشته، مولوی وقتی که این درجه سوم این سفر رو تشریح میکنه، به اینها که اشاره میکنه همون شعر معروفش رو میخونه که درباره وحدت انبیا صحبت میکنه، که همه این پیامبران و همه این انبیا یکی بیشتر نیستند و اشرف انبیا نماینده جامعه انبیا جهانه. که وقتی که به بیت قبل از این بیتی که میخوام بخوانم میرسه، در مورد حضرت موسی میگوید که آشوب بردابرد بین. هر کدام از این پیامبران رو در یک مقطع زمان اهمیتشون رو نشان میده. آشوب بردابرد بین، در قعر دریا گرد بین، موسای عمرانی استین. گویی شوی بی دست و پا، چوگان حق پایت شود. در سفر چهارم که بر میگرده و در بین مردم زندگی میکنه، اما همه چیز او به خدا تحویل داده شده، از خودش هیچ اراده ای نداره، اراده خودش رو به خدا واگذار کرده. الان دستش دست خداست، پاش پای خداست، زبانش زبان خداست، فکرش فکر خداست. یعنی حلول خدا در جسم بشری به مفهوم صفات فاعله خدا، نه ذات خدا. یعنی همه صفات فاعلی خدا در وجود انسان قابل نفوذ و قابل ورود است و انسان میتواند که واردات صفات فاعلی خدا رو لیاقت دریافت پیدا کند. گویی شوی بی دست و پا، چوگان حق پایت شود. در پیش سلطان می روی. این سیر ربانی است. در جایی که عمل شخص عمل خدا می شود و فعل شخص فعل خدایی می شود. این آیه قرآن شریف اشاره به مراحل کمال انسان می کند که بشر نوعاً اگر تمکین شرایط هدایت رو رعایت کند، دارای ادراک و معرفت به کشف و مشاهده درونی حقیقت وجود و هستی می شود. آنچرا که عرفان به نام ریشه و شاخه و یا وحدت و یا کثرت از آن نام میبرد، در مباحث کلامی و فلسفی از آن به نام وجود، هستی، جوهر و یا ماهیت اسم برده میشود. به طور کلی چهره های متنوع و وجوه متنوع و گوناگون هستی در مفاهیمی مثل جوهر، عرض، ظاهر، باطن، ماهیت، خاصیت، اصل هستی و نظایر اینها مطرح می شود که جملگی همه آنها با شناخت هستی در مراحل تجزیه و تحلیل و همچنین در مراحل تربیت و ترکیب سخن می گوید. فیلسوفان مختلف در طول تاریخ در نحوه تحلیل و تقدم آثار وجود دارای نگرش های مختلفی بودند که قسمتی از اونها رو شاید در یک برنامه های دیگری، در برنامه دیگری توضیح بدهیم که مربوط به مباحث فلسفی باشد که
شنونده های خودش رو داشته باشه. در نگرش فلسفی افلاطون نقش صانع و خدا دیده می شود. در نگرش ارسطو وجود خدا کمرنگتر می شود. فلسفه بر اساس استدلال و مشاهده و تجربه پایه‌گذاری شده، یعنی در فلسفه صرف نمی توان که وجود غیر مجرب مثل مطلق خدا رو اثبات کرد و به حساب آورد. برای اینکه ما اگر فقط به فلسفه نگاه کنیم و برداشت فلسفی رو نگاه کنیم، فلسفه استوار بر استدلال و تجربه است، چیز دیگه رو نمیپذیره. یا باید با استدلال همراه باشه یا باید با تجربه همراه باشه، و اگر تجربه شدنی نباشه با استدلال هم ثابت نشه. با استدلال باید وجود او شناخته بشه، یعنی نگرش به ترکیب ذات یک چیز میکنه، و چون ذات خدا مشخص نمیشه، صرف فلسفه خشک بدون چیز دیگر نمیتواند که پذیرای وجودی باشد که قابل تجربه نیست. ابن سینا شاید در زمره اولین فیلسوفان اسلامی باشد که تلاش میکند که یک میانگینی، یک پلی در فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو ایجاد کند، و به این ترتیب نقش عرفان در تلفیق با فلسفه وارد معاینه می شود، وارد بازار می شود، اما هنوز ابتدای کار است. ابن سینا بنا به گفته خودش تا سالهای بعد از بلوغ، همونطور که در برنامه قبلی گفتم، فلسفه ارسطو رو نمی شناخته و بعدها از طریق فارابی به مفاهیم فلسفی ارسطو آشنا می شه و آثار و اندیشه های خود ابن سینا هم بعد از او تغییر می کنه. شاگردی فارابی برای ابن سینا سوغات های جدیدی رو به بار میاره و او رو با اهمیت موسیقی در ایمان و در رسیدن به خدا آشنا می کنه. و چیزی که شاید تا ما قبل او به عنوان طرب و به عنوان نغمه هایی که باعث خوشحالی بشه یا باعث نشاط آدم ها بشه، به موسیقی نگاه می کرده. اما بعد از آشنایی با مکتب فارابی یکی از بزرگترین حکما و یکی از بزرگترین موسیقیدان های همه دوران های تاریخ است و کسی است که ابن سینا به شاگردی او افتخار می کند و او یکی از بزرگترین اساتید تئوری موسیقی در جهان است که موسیقی را از دیدگاه ریاضی و از دیدگاه روانشناسی بررسی کرده، کاری که هنوز در دنیا به نتیجه نرسیده و هنوز این رشته تحقیق و تفحص به پایان نرسیده و علمی و آکادمیک نشده. هنوز دنیا در دستش انقدر مایه نداره که بتواند تحقیقات آکادمیک رو در ارتباط با ریاضیات موسیقی و روانشناسی موسیقی انجام بدهد، و فارابی 900 سال پیش چنین کرده است. استاد ابن سینا، حالا او رو در مقابل ملا قرار بدهید که موسیقی رو حرام و موسیقیدان رو مرتد محسوب کرده و تا امروز هم همین کار رو می کند و با طعنه و تمسخر و تحقیر با این جامعه به مبارزه می پردازد. ابن سینا همانطور که گفتیم تا سالهای بعد از بلوغ با فلسفه ارسطو آشنا نبوده، اما بعد هم که با فلسفه ارسطو آشنا می شود، تلاش می کند و تا حدودی هم موفق بوده است که بین افلاطون و ارسطو یک پلی به وسیله عرفان ایجاد بکند. در نگرش هستی شناسی ابن سینا موضوع تقدم برای ماهیت و جوهر مطرح می شود و استقلال به جوهر داده می شود، ولی می بینیم که بعدها در زمان ملا صدرا این فرضیه به طور کامل مردود شناخته میشه و نگرش دیگری به موضوع هستی شناسی میکند.
در فلسفه اشراق وجود حق مشابه نوری است که هستی اشیا تنها در پرتو آن نور قابل رؤیت و شناخت است. نور حق برای دیده شدن احتیاج به نور دیگری دارد و چون نور آن موجود نیست، نوری نیست که از نور حق بیشتر باشد که نور حق در کنار اون نور دیده بشود، ذات حق قابل شناسایی و قابل رؤیت نمی باشد. شاید در نشستی خاص نظریات ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا در هستی شناسی در جزئیات مطرح بشود. من شخصا مایل هستم که اگر توان این کار رو می داشتم که الان از نظر امکانات جسمانی شاید که توان این تمرکز فکری رو نداشته باشم که ارتباط آیه شماره 1 سوره 17 رو با آیه شماره 24 از آیه 25 از سوره 24 نور، سوره نور رو با سوره اسراء در آیات 1 و آیه 25 در کنار هم قرار بدیم و به شناختی از صفات فاعله خدا بیشتر آشنا بشویم و نگرش فلسفی قرآن رو به موضوع خداشناسی. هیچ آیه‌ای در قرآن در باب فلسفه خداشناسی از نظر تئوری به پای اون آیه معروف الله نور السماوات و الارض نمیرسد که در اونجا به بهترین و شگفت‌آورترین صورت و در این حال به ساده‌ترین صورت‌ها تغییر و تحول بین اصل ماده و در واقع عرضی که بر اصل می نشیند یا حقیقت وجود هستی و نماد و نمایش هستی و ماهیت هستی و اینکه اینها ضمن اینکه با هم متفاوت هستند و اصلا شبیه به هم نیستند ولی قابل تحول و قابل استحاله و قابل تحویل و در واقع تغییر به هم هستند، یعنی تبدیل میشن به هم در اثر تغییر، تبدیل به هم میشن. به عنوان مثال در همون آیه الله نور السماوات و الارض اشاره به این میکند که خدا مثل این است که، خدا رو داره معنی میکنه. کی معنی میکنه؟ خود خدا داره خودش رو معنی میکنه. اگر آدم توجه داشته باشه و یک مقداری دقت به کار ببره، درهای وسیعی از دنیای دیگه رو با انسان باز میشه. چه کسی داره راجع به خدا حرف میزنه؟ خود خدا راجع به خودش داره حرف میزنه که میخوای منو بشناسی؟ از این مثال ها منو بشناس. میگوید من که خدا هستم. الله راجع به الله داره صحبت میکنه، میگه الله نور سماوات و الارضه. سماوات و الارض یعنی جهان عالم، عالم ممکنات، جهان ممکنات، عالم وجود، اون چه که مخلوق است، اون چه که مصنوع است، اون چه که خدا آفریده، به کل این میگوید که زمین و آسمان. این زمین و آسمان با نور دیده میشود. اگر شما نور را از چیزی بگیرید، جسم اگر نور به جسم نتابد نور دیده نمیشود. الان شما چراغ اتاقتون رو خاموش کنید، پرده ها رو بکشید، هیچ چیز نمیبینید. ولی یک چراغ قوه روشن بکنید به یک طرفی، همون جایی که نور از چراغ قوه به اون جسم تابیده میشه، اون جسم دیده میشه. یعنی ما چیزها رو با نور میبینیم و جهان هستی با نور خدا دیده میشه. یعنی نور خدا بر عالم هستی تابش میکنه و عالم هستی دارای وجود میشه، وجودی که در اثر پرتو نور الهی به اونها متولد میشن و به دنیا میان. یعنی در واقع خدا خلقت رو به ما داره نشان میده که خلقت چیزی نیست که واقعا خلقت بشه. یعنی در یک مرحله خدا یک چیزی رو خلق بکنه که قبلا خلق نکرده باشه. تولید با خلق فرق میکنه البته، بلکه میگوید این خلقت قابل رؤیت تو نیست، جهان هستی رو تو نمیبینی
مگر اینکه نور به اینها بتابه. اون لحظه‌ای که نور به اینها میتابه، تو میگی اینها خلقت شدند، اینها پای به هستی گذاشتند. چرا؟ تو نمیدیدی اینها را قبلا، الان که میبینی میگی اینها پا به هستی گذاشتند، نوری که بر اینها میتابه. و وقت بعد مثال میزنه که شما یک فانوسی رو در نظر بگیرید که یک جلد خارجی داره، یک شیشه خارجی داره محافظه، یک شیشه داخلی داره که شعله رو در بر میگیره، یک فتیله‌ای داره که در داخل این لوله داخلی قرار داره، این فتیله دارای یک شعله است که از او نور برمیخیزه و انعکاس این نور روی شیشه باعث روشنایی بیرون شیشه میشه و بعد این نوری که از این فتیله برمیخیزه، این فتیله یک سرش در روغن زیتونه که از اون زیتون سیاه چرب تاریک که هیچ چیز دیده نمیشه. چرا؟ چون تاریکه، یعنی امکان دیدنش نیست. از نظر بیان تشبیهی قرآن نور رو در مقابل سیاهی قرار داده و میگوید روغن زیتون به خصوص اگه تصفیه نشده باشه مثل زمانهای قدیم بسیار سیاه و تاریکه. از این ماده سیاه و تاریک و سیال و غلیظ که سمت آینه هم نداره، مایه هست ولی آینه سا نیست، در او هیچی دیده نمیشه، بس که رسوب و مواد خارجی و چربی داره به خصوص تصفیه نشدهش. این ماده سیاه، این ماده سیاه که یک فتیله‌ای که او هم نوری نداره، این فتیله در داخل این روغن قرار میگیره و این روغن از طریق این فتیله بیرون میاد و این روغن سرد تاریک از طریق این واسطه فتیله تبدیل میشود به شعله گرم روشن. یعنی سرد تاریک مبدل میشه به گرم روشن و از این فتیله هم نور برمیخیزه، هم گرما برمیخیزه و خود فتیله نمیسوزه ولی ایجاد شعله میکنه بدون اینکه خودش بسوزه. شعله در واقع روغن رو میسوزانه از پلی که به نام فتیله قرار داره. شما وقتی که به فتیله نگاه بکنید، یک فتیله میبینید یک سال کار میکنه، هر وقت میخوان خاموشش میکنن دو مرتبه روشنش میکنن. ممکنه که چندین گالون روغن زیتون رو سوزانده باشه این فتیله، از مخزن روغن گرفته به شعله تحویل میده ولی خودش نمیسوزه، با وجود که آتش بالای سرشه ولی نمیسوزه این شعله، ولی حرارت و شعله رو از خودش منتشر میکنه و پخش میکنه و در سایه میگوید که خدا، وقت مثال خدا رو که در اون سوره آیه 35 مثل که من اشتباهی 25 گفتم، در اون آیه 35 سوره نور میگوید خدا مثل نیرویی است که در اون روغن زیتون وجود دارد که این تغییر و تحولات انجام میشه و چیزی به چیز دیگر، چیزی به چیز دیگر تبدیل میشه و نهایت امر از این تاریکی مطلق نور سفید ساطع میشه که اون نور سفید به هر جا میتابه. شما هستی رو در سایه اون نور میبینید، اما هستی با نور ایجاد نمیشه. خوب توجه بکنید، بیان قرآن این است که نور هستی رو نمیسازه، نور خودش هستی است و وقتی به هستی میتابه شما هستی رو میبینید. یعنی تابش نور ایجاد خلقت نمیکنه، نور تعریف خلقت میکنه، باعث بروز و نمایان شدن خلقت میکنه. خلقت سر جاش هست. شما فرض کنید که در یک اتاق تاریک این دوربینی که جلوی من هست اینجا پرده ها رو بکشن، چراغ رو خاموش کنن، هیچ چیز دیده نمیشه.
توی این اتاق میگن چی هست؟ میگه نمیدونم. دوربین هست، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. به نظر که نمیرسه، من که چیزی نمیبینم. اون وقت چراغی که روشن میکنن، نور که میتابه، این دوربین پیدا میشه. این دوربین که الان خلق نشده، این دوربین چند سال اینجا هست. ولی وقتی نور باشه این دوربین دیده میشه، نور نباشه این دوربین دیده نمیشه. یا هر چیز دیگری که نور باید به چیز بتابه، به شی بتابه تا دیده بشه. در ارتباط با موضوع دیدن، وقتی که در این آیه از کلمه دیدن استفاده میکنند، در سوره 17 آیه 1 میگوید که سبحان است اون خدایی که عبد خود رو به دست میگیرد، اختیارش رو به دست میگیرد و او رو به سفر میبرد. نه اینکه عبد به سفر میرود، عبد به سفر برده میشود و او رو بین مسجد حرام و مسجد اقصا سفر میدهد، دیدار میدهد، چیزهای مختلف رو به او نشان میدهد. با نورافشانی که میکند از وجود حق بر عالم هستی، عالم هستی رو میبیند با نوری که به اونها میتابد و هستی رو در سایه نور مشاهده میکند. و خداوند میگوید چنین میکنم که مسجد اقصا، اون چی که از ذهن تو بسیار دور است، مسجدی است که در حوزه برکت من قرار گرفت، که به او برکت دادم. برکت یعنی وقتی روغن زیتون از یک فتیله عبور میکنه که اون فتیله نمیسوزه اما باعث سوزش میشه. خود فتیله شعله نداره، روغن زیتون سرده ولی تولید حرارت میکنه. روغن زیتون سیاه و تاریکه، تولید نور میکنه و باعث دیدن میشه. با همان نور میگوید که این رو بردم و در مرحله رؤیت او، مورد رؤیت او قرار دادم که نشانه های من رو، نشانه های من رو، علامت های من رو، تأثیرات من رو، مخلوقات من رو. نشانه ها، آیات خیلی معانی گسترده ای داره، هم نشان خداست، علامت خداست، هم مخلوق خداست، هم موعظه خداست، هم فرمان خداست، هم حکمت خداست، هم آثار خداست در خلقت. اینا همه آیات خداست. میگه به این خاطر به این سفر رو دادم، این گردش رو دادم، بردم دستش رو گرفتم گرداندمش در هستی، که نشانه های من رو، نه من رو، نگفته است که من بردم عبدم رو که من رو ببینه. این صحبت هایی رو که شما اینجا و اونجا میشنوید و صحبت های منبری است، فرق نمی کند که شخص در تلویزیون باشد، با کراوات باشد، با عمامه باشد، سخن سخن منبری است که پیامبر به درک رؤیت مقام حق رسیده، یا عیسی به این مقام رسیده و الوهیت پیدا کرده. اینها همه حرفهای باطل است. در این آیه نمیگوید که ما چنین کردیم که خودمون رو به محمد نشان بدهیم یا به عبد خودمون نشان بدهیم. میگوید همه این کارها انجام شد، همه این معجزات انجام شد که این عبد ما، کسی که تابع ماست، کسی که عبد به معنای توخالی و از خدا پر شده، یعنی این که عملش عمل ماست، دستش دست ماست، پاش پای ماست، هستی رو به این نشان دادیم با این قدرتی که به این دادیم، که الان این با دستش میتونه خدایی بکنه، چون اراده این اراده خداست. خوب توجه کنید، این رو، هستی رو بهش نشان میده، به این عبدش، اما خودش رو نشان نمیده. یعنی شما حتی به مرحله عبد که میرسین، به مرحله سبحانی که شما رو به گردش میبره و حقیقت هستی رو به شما نشان میده، شما خالق هستی رو نمیبینید، آثار خالق هستی رو میبینید. یعنی او در هیچ مرحله‌ای قابل رؤیت نیست مگر وجود او رو به مناسبت آثارش بتوانید که معاینه بکنید و دیدار بکنید.
اتاق فرمان اگر فرصتی دارید دقایق کوتاه دیگری به ما تنفس بدهید که ما بازگردیم و با بینندگان باشیم.